تجمع صدها تن از کارگران زنجان، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چوب محسن در شهر کرد و بستن جاده، تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه، اعتصاب نانوایان شهر وردنجان، اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پرند تهران، اعتراض کارگران و کارمندان شهرداری تهران در میدان آرژانتین، تجمع کارگران اخراج شده شرکت شیمیایی فلزی خاور در پاکدشت، اعتصاب کارکنان آتشنشانی اندیمشت، تجمع کارگران پیمانکاری شرکت پتروم در بندرعباس، اعتراض کارگران کارخانه اشکان چینی قزوین و فشار دشتیمان بر زندانیان سیاسی و خانواده های مجاهدان اشرفی. 400 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان تجمع کردند و به بلا تکلیفی شغلی و خودداری کارگزاران رژیم از تأمین مواد اولیه اعتراض کردند. معترضان گفتند در حال حاضر کارخانه نیمه تعطیل است و هر روز تصمیم جدیدی گرفته می شود. حقوق ها نیز به موقع پرداخت نمی شود. کارگران کارخانه چوب محسن در شهر کرد که وابسته به ارگانهای حکومتی است تجمع کردند و بخش از جاده ارتباطی شهر کرد به خوزستان را بسته و مانع از تردد خودروها در این مسیر شدند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق عقب افتاده دست به این حرکت اعتراضی زدند. کارگران خشمگین در واکنش به ماموران یگان ویژه که خواستار باز کردن جاده بودند می گفتند برای ما مرگ و زندگی در یک خط است و از مرگ هراسی نداریم. تعداد زیادی از کارگران و کارمندان شهرداری تهران در مقابل دفتر شرکت شهر سالم واقع در میدان آرژانتین تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات تجمع کردند. جمعی از کارگران اخراج شده شرکت شیمیایی فلزی خاور در پاکدشت روز سه‌شنبه 16 مهر ماه در مقابل اداره کار رژیم در این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به سر کار گردیدند. جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پرند تهران تجمع کردند و نسبت به وضعیت نابسامان سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه اعتراض کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در اعتراض به رئیس مزدور این دانشگاه در مقابل فاز اول این دانشگاه دست به تجمع زدند. کارگران پیمانکاری شرکت پتروم در بندرعباس در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. کارگران کارخانه اشکان چینی قزوین همچنین در اعتصاب به سر می‌برند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشیدند. نانوایان شهر وردنجان که در 17 کیلومتری شهر کرد واقع شده است، اعتصاب کردند و مغازه های خود را تعطیل کردند. آنها خواستار افزایش سهمیه آرد مصرفی خود شدند. به رغم گذشت 2 هفته از اعتصاب، کارگزاران رژیم آخوندی همچنان به مشکل نانوایان اعتنایی نمی کنند. کارکنان آتشنشانی اندیمش روزهای 12، 13 و 14 مهر در اعتراض به بیکفایتی گردانندگان رژیم در این ارگان اعتصاب کردند. به گزارش دریافتی دشتیمان رژیم آخوندی مانع از عمل جراحی زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیزی از بستگان مجاهدان اشرفی شدند. روز یکشنبه 14 مهر ماه محمد بنازاده امیرخیزی 67 ساله که از بیماری شدیداً رنج می‌برد و نیاز به عمل جراحی دارد با دستبند و پابند به بیمارستان سینای تهران منتقل شد، اما در آخرین لحظات با زویان وزارت اطلاعات مانع انجام عمل جراحی وی شدند.